السلام محمدی و علی. این چی بود الان؟ من همه چیزامو سعی میکنم از آقا من یه چیزیو هیچ وقت نفهمیدم که اون چیزه دقیقا معنیش چی بود توی اذان که میگفت اینی که آخرش میزد. مامان من چرا همیشه رو خطه؟ اون چیه دقیقا؟ یادم نمیومد اینجا شو، ولی یه چیزی دارم نزدیک به این موقعی هستش هم میگه الله اکبر. اونجا که داره آه رو میگه، اگه شروع کنی کان داره بری بالا پایین، چیزی که میشنه میشه انقدر فانیه که من هر دفعه از اون میگیرم تلویزیون موقع اینجا میخوام بالا میمادم پایین و قهقه میخنده. خیلی با من سوال خیلی معروف میشی وسط که تو تصویر بیافتی؟ من سوال خیلی معروف دارم که ایران رو به لرزه در آورد دون میخوری یا پلای من که نیست؟ نه همون سوال آخرین باری که زدی کی بوده؟ من حتی میکنم همون صبح نزدم پاک برش دارم صبح؟ نه دیلی؟ او دفنزی اراسه شان ناحت هم صبح نزدم. چرا صبح نزدم؟ دست بزن داری؟ از دست بزن داری؟ آره خودم هم میزنم. خوبه خوب ادامه میدیم. من یه دفعه توی مهمونی بودم به یه نفر گفتم که یه خانمی بود گفتش که اخری بعده که راجع به جوانی صحبت میکنی. گفتم که ببین دو دسته مرد بیشتر وجود نداره، یه دسته که میزنن و میگن میزنن، یه دسته که میزنن و نمیگن میزنن. بعد یه شوهرش گفت من دسته دو هم دیگه. من این شوهر رو که دوست بود ندیدم، ولی خب حالا کار بعدیه، کار خوبیه جنگ زدن کلا. من که فکر میکنم خوبه، چون میگم اگه جنگ بزنی هر روز مثلا پروستات نمیگیری که سرطان درجیه که مرد دلش اگه هر روز بزنی چه عجیب. چون که اونجایی که سلول سرطانی پروستات شکل میگیره همونجاییه که آبت میاد سلول میگیره میخوش میبره بیرون، همیشه پرد میشه بیرون. من خودم زیادم بیاد بیرون ولی خوب نیست. من یه دونه ویدیو دارم اسمش هست دکتر جنگم درد میکنه. اون ویدیو کاملا با یه دکتر میشینم صحبت میکنم راجع به جغد. چقدر عجیب. اومده بیرون؟ آره. چه باحال. که توضیح میده راجع به، چون بچه‌ها خیلی میپرسیدن که خوبه بعد و اینا، من میگم بیشتر چیزی که مردم باش مشکل دارن با اینه که احساس بدی راجع به خودشون میکنن. میگم انقدر استریوتایپ شده و گفتم بعد و آدم باید ضعیف باشه بزنه و اینا اینجوری شده. خب حالا یه سوال، خانوما بیشتر میزنن یا آقایون به نظرت؟ آقایون بیشتر میزنن. من فکر میکنم آقایون بیشتر میزنن. من برای خانمم یه دونه شومناس مصنوعی گرفتم. ای بابا اینا هم نگفتی. آخه فکر کنم مثلا اگه یه چیزی بود که وصل میشد به فلان خانومه و تو بیشتر حال میکردی، مجبور نمیکردی خانومت بگیره؟ من که میکردم. واسه این چون من که میکردم گفتم دیگه آنفره من اون وری نکنم. دیدم یه دستگاهش تو دونه من اینطوری آویزونه تخمی یه چیزی سفید میلرزه چراغ قوه داره تلفن تو شارژ میکنه. آویزی از شما سن قوی تره. آویزی از شما سن قوی تره دیگه. گفتم خب اونم تو بازی باشه دیگه ما دبا چراغ قوه کنم. به نظرت شنبولو اولین نفر کی اختراع کرده؟ کلمه شنبولو. نمیدونم ولی خیلی قشنگ گفته. آره شنبول از دودول درست شده. شما شنبولانس میگفتم خیلی همه مشکلات شنبولانس حال میکردن. ولی شنبولانس شنبولیه که بالانسه. شنبول چیه؟ هیچ فرق نداره. فقط شنبول یعنی همون دودوله. به نظر اول شنبول بوده بعد میشده دودول. نه اول دودول بوده. خب الان مثلا تو اگه دودول طلا باشی، دو تا دودول داشته باشی چی میشی؟ دولول طلا. اله حرفای کثیفی داریم میزنیم. آقا اگه یه مکزیکی تنها باشه چیکار میکنه؟ مکزیکی تاکو میخوره، سوت میزنه. اگه دو تا مکزیکی تنها باشن چیکار میکنن؟ فقط جواب بدی. اونا هم سوت میزنن، دوئل میکنن. اگه سه تا مکزیکی باشن چیکار میکنن؟ ماریاچی میرقصن. نه دو تا دوئل میکنن، یکی سوت میزنه. خیلی بی‌نمک. اگه چهار تا باشن چی؟ دو تا دوئل میکنن، پوک میزنن. خیلی کثیفه. یعنی بده. اصلا خنده‌دار نیست. خیلی یعنی انقدر خنده‌دار نیست. این برنامه ما چیکار کنیم توش؟ هیچ، فقط تو ماشین ما داریم از استوری. اسم برنامه چیه؟ تو ماشین واسه.
خب برای چی من این سری پشت فرمونم؟ تو همیشه خودت تو پشت فرمونی. او راستی خواستم چه جالب، من خواستم به موضوع شروع کنم ولی چون که نگران دور میکروفون گم شده بودیم. بعد دو تاشو در آوردم گذاشتم رو صندلی تو بود. آره دو تاشو من گذاشتم. آها زیر یقت دیگه دیوونه. وای راستی. میگم نمیش دست تو. چرا در مورد تماشا رو اندیم میخوای خودت توضیح بدی؟ من به خاطر اینکه این همی آرتیه و من خیلی ماشین رو دوست دارم و شما وقتی که این کارو میکنی چرا قیمت خودت واسه چی این کارو میکنم؟ نه ترسید بابا من خوبه فقط نه ترسید بابا حال That's why نه ترسید جوونا چیزی نیست خیلی قوی. خب میشه بذاریم به چه یه جوش من بگم بفهمه امون سویل میدونستی که وقتی جوجه تیری میکروفون نداری؟ نه اوکی صدا میاد بلا حرف میزنم. میدونستی که وقتی یه جوجه تیری رو میزنن تو دیوار چی میشه؟ جوجه تیری رو میزنن تو دیوار دیوار بگاه میره؟ نه خارش گاهیده میشه. یا یه داره دیگه بود چی بود؟ من به چیزی دیوار داده نکردم. میدونستی که ویژیتریان رو توی پارتی چی پلی میکنن؟ پلاتر ویگن. خوبه خوب برای کجا بگیم برای تموت آه من براتون بذار بگم از تورنتو یه قشنگی که دارید لذتش رو ببرید به خدا. بعضی وقتا میدونم همتون فکر آدم هر جو کس میخواد بره یه جا دیگه چرا این اتفاق میفته؟ میگه تا وقتی غذای گندیده لای مبلت باشه هر جا نقل مکان کنی خونت بو میده. من اگه بفهمم نصف اینا فقط مبل فهمیدم چون داستان مبل هست. میگه اگه غذای گندیده لای مبلت باشه هر جا نقل مکان کنی خونت بو میده، یعنی اگه از درون خودت اوکی نباشی و خودت توی خودت اوکی نکرده باشی همه چی رو آرامش داشته هر جا بری برای تو هم چیزه. اینو میدونی چه چاری میگه؟ نه چی میگه؟ از این سه تا اسمی که میگم بگو کدومشون میگه اینو. نه بوده میرزای شیرازی، سروش هیچکس، یاس. یاس باری کرد درود بر تو. چه شانسی بودم هر چی بچه هم سنید داشتی میگفت غذای گندیده لای مبلت هست یا نیست؟ نه من خیلی خوشم اونجایی که هستم. من هر جای دنیا میرم به غیر از کالیفرنیا واقعا لذت میبرم. همه هم میگن اشتباه فکر میکنی ولی من فکر نمیکنم اشتباه باشه. کالیفرنیا دوست نداری؟ تو دیوونه‌شم. هواش واقعا خوبه، همیشه آفتاب. چرا نمیری اونجا زندگی کنی؟ ببین گیر افتادم. مامانم اینجاست، بابام اینجاست، خواهرم اینجاست، خالم اینجاست، داییم اینجاست، مامان بزرگم اینجاست. انقدر فک و فامیلم بغل من، بچه‌هام اینجا، زنم اینجاست، بچه‌هام اینجا. چرا دو بار گفتی بچه‌هات اینجا؟ دو تا بچه دارم. خب اینم چرا فقط دو بار بچه‌هام اینجاست تو گفتی؟ اون دو تا بچه دارم دیگه. خب دو تا داشته باشی. یه بار گفتی بچه‌هام اینجا. نکنه که دو تا دیگه هم داری؟ امیدوارم اگه کسی بهم نگه اگه دارم، ولی بزرگشون کنه. دوست داشتم. من یه بچه‌مو کشتم تو سن مثلا 21 2 سالگی. این بده. بعد الان که بچه دار شدم هیچ وقت بهش فکر نمی کنم. تو 20 سال گذشته الان که بچه دار شدم بهش فکر می کنم که چرا من به همین راحتی تصمیم گرفتم بچه رو بندازم بزنم دختر حامل شده بود. حتی دختر تصمیم گرفت این دست من به جای بند نبود. خب اون موقع هنوز به دنیا نیومده بوده که. ولی مثلا 3 ماهش بود آره دست و پا داشته همه چی داشته. خب اون که متوجه نمی شده. متوجه نمی شدم. من که متوجه می شدم ولی مثلا یه ماموکار دیگر رو کشتم. می دونی چی میگم؟ بعد من فکر کنم 20 سالش فکر نمی‌کردم و بچه دار که شدم هفته یه بار بهش فکر می‌کنم این چی بوده کی بوده. بعد الان اگه بود 20 سالش بود مثلا خیلی جالبه برا مثلا پسر 20 سالی که میاد خونه مثلا ما می‌تونیم جلو می‌زنیم مثلا بشیم که فکر کنم مثلا پسر من باشه. به نظر اونجایی که همه وقتی میمیرن میرن الان اونجاست و 20 سالشه اونجا. من به نظرم هیچ کی هیچ جا نمیره. من به نظرم وقتی میمیری همون سنی تموم میشی. مثلا هر کی براش سختی رو بفهمه میگم اگه الان یه دونه مورچه رو له بکنی یا یه دونه پرنده رو یه دونه گربه بگیره بخوره تو انتظار داری این جایی بره یا خیلی برای نرماله که میگی تموم شد دیگه مرد. اصلا گربه ها مایی بهش شن نمیرم مثلا گربه نداری که دوزی حالا بعضی گربه رو میشه با دست میکنه ولی دیگه مورچهش که با دست میکنه. ولی به اندازه ای که بخواد واقعا همه ی آدم هایی که تا الان به دنیا اومدن
و مردن جا براشون باشه توی سیارات دیگه و کهکشانهای دیگه هست دیگه. هر روزی که انسان ها به وجود اومدن استیمیت کردن 123 بیلیون انسان تا حالا زندگی کرده. خب چه فکر کن 10 تا کهکشان هم مثلا بذارن اینا رو هر کدومشون توی زمین. آره میتونن. یعنی الان تو میگی ما بمیریم میریم تو کهکشان دیگه. من نه من فکر میکنم ما میگم تموم میشه. من فکر میکنم ما وارد یه استریم اصلی میشیم. من میگم ولی تو نمیدونی اونجایی، اون تو خود میدونی اونجایی. اصلا نیازی نیست که بدونی. یعنی تو هستی یا تو نیستی. کارتو میکنی. مثلا الان که اومدی اینجا داری کارتو میکنی. اگه درخت بودی کارتو میکردی از درخت. میدونی چی بهت میگم؟ ای خودتو بسوزونی چی؟ خودتو بسوزونی وقتی میمیری. خب باشه. چیزات بالاخره از بین نمیدونی. غیب که نمیشه که. بسوزونی غیب میشه. نه همه چی خاکستر میشه. خب باشه دیگه دودت میره تو آسمون. نمیدونم جسمت میره تو خاک انرژی میشی میری بس میشی به سیستم اصلی بس میشی به استریم اصلی. اگه بسوزی خودت تبدیل میشی به انفراد انرژی میری تو یونیورس. هیچی ازت نمیمونه دیگه. ولی اگه خودت میدونی ممکنه که تو یه دونه اون چیزا رو دیدی فیلم رو که یه دونه سلوله بعد اون سلوله میمیره چه اتفاقاتی میفته براش؟ نه ببین سلوله یهو میمیره خب نمیشناسن لیوینگ اورگن فلان و اینا سلوله میمیره یهو مثلا 400 تا تیکه کوچولو اینجوری سیاه اینجوری شروع میکنن پخش شدن وقتی که اون سلوله میمیره. خب تو فکر کن مثلا برای تو هم همین اتفاق بیفته، تو پخش میشی مثلا یه ذره میای تو این درخته بس میشی به استریم اصلی یونیورس به نظر من. و من یه جمله راجع به مرگ دارم، من میگم مرگ بزرگترین سورپرایز آدمه. وقتی مرگ مثلا یهو یا کیر میشی هیچی نیست که بعدم نمیفهمی اونم سورپرایز دیگه واسه کلی از آدما. یا اینکه یهو مثلا میری تو یه جای همه برات دست میزنن یا اصلا خواب بیدار میشی میبینی همه اینا یه دونه مثلا بازیه پسر جوان 12 ساله اوکراینی بوده. آره من سال 2250 مثلا من اینو میبینم. من شخصا اگه یکی من بگه یکی بعد انتخاب کنی این گزینه آخری رو که ما تو بازی یه موجود برتر از ما هستیم. آره من همین فکر میکنم. حالا توی بازیش نسسری نه میتونه توی سیمولیشن باشه، مثلا نمیخواستم ببینن که اگر اینجوری و اینجوری یه یونیورس شروع بشه چند تا گالکسی توش به وجود میاد. اصلا پوینتی که لایف بود واسه شون مهم نبوده، فقط اصلا ستاره ها رو میشمارن. الان من سوال دارم، الان تو جی تی ای بازی کردی دیگه؟ بله. داری میری این دختره هستش که میاد مثلا بغل خیابون داری رد میشی ازش رد شدی ازش. خب بعدش که رد شدی تو که دیگه اون دختره رو نمیبینی، اون دختره چی میشه توی اون دنیا؟ اون همونجوری اون خیابون رو را میره، خیابون رو میره تا اون ته مثلا شاید همونجا همه خیابونا رو را بره مثلا فلان کنه بیسار کنه. من میگم یه تایمای از روز که تو دقیقا میدونی چی کار داری میکنی، خب مثلا دقیقا فوکسی میدونی داری چی کار میکنی، دیدی یه تایمای هایبرنیتی خودت آردی سه کارا رو میکنی که خودت بهش فکر نمیکنی، مثلا چه میدونم رانندگی پیشرانه مثلا حالا یه کاری داری میکنی که خیلی چیز. من میگم اون موقع یارو داره بازی نمیکنه، ولی وقتی که مثلا تو یه سری کارا رو مثلا چیز میکنی اینا، اون موقع یارو داره باید بازی میکنه. میدونی چی میگم؟ اینو من فکر میکنم. آها تو چیزی که اگه بازی باشیم تو خودت رو مین کاراکتر میبینی. من خودم مین کاراکتر نمیبینم. من اصلا فکر میکنم تو واقعی نیستی. من فکر میکنم تو واقعی نیستی، سوای واقعی نیست، اینا هیچ کدومشون واقعی نیست. همه فقط واسه تو دیزاین شدن. همه واسه من دیزاین شدن. من همینو میبینم. ولی گفتم فقط اگر من کاراکتر اصلی بازی باشم که چانسشو خیلی نیازی که کاراکتر اصلی بازی باشی، اصلا کاراکتر بازی باشه کافیه تو پلیر اون آدمی باشی که داره تو رو بازی میکنه. من میگم شب بازی دیگه اینا چند تا میخواستم بگم چند تا لایف فرم به وجود میاد، یعنی انسان یک، گوسفند دو، مورچه سه، بعد بالای کره زمین زده زمان هم که ریلیتیو مثلا 5 ساله ما تو سن سگ مثلا میشه یه سال مثلا. میدونی چه میگم؟ بعد یه طرف دیگه تو با سرعت نور هم که حرکت بکنی فضا رو خم می‌کنی، نمی‌دونم سرعتت میره بالاتر، پس اصلا همین ریلیتیوه. یعنی تو خیلی راه الان تو از کجا میدونی که مثلا توی این نوری که داره میاد مثلا یه سری اورگانایزیشن مثلا نچجی میشه گفت لیوینگ اورگانای نیستن که مثلا توی نور دارن زندگی میکنن مثلا توی اون آره چشمه دیدیم که کهکشان شبیه چشمه یا چشمه چیچی لولی که ما نمیدونیم اصلا باور نکردنیه. فقط یه سوال نرزد دارم، این کسخولا واسه چی نمیرم ببینن کف اقیانوس چیه درست حسابی؟ نمیتونم برم پایین، هنوز چیزشو ندارن، خیلی راحت تر براشون برم مریخ تا برن کف دریا، چون توی اقیانوس هر یه متری که میخوای بری پایین تمام اون یه متر اقیانوس فشار تمام اون آب داره رو فشار میاره.
یعنی هر یه دونه دستگاه میتونه درست کنه که درآموزی هر چی میره لنگ میشه میشه دیگه احتمالاً خیلی فشار رو از زیر دریایی چجوری میره پایین تا یه حدی میره تا اونجا که میره داداش تا جایی که میره رو گاییدن همه چی رو گشتن دیدن فلان ولی میشه مثلا دمت میتونه بره پایین تاش من زیر خبری یاد میره پایین بکنی بری زیر و ببینی دنیای دیگه مثلا دنیا آتلانتیس مثلا اون پایینه پشمات میره ولی فکر کنم زیر آب دیگه کنسله دیگه حالا اینجا رو بیخیال شد تو کره اروپا رو بهش فکر بکن که تمامش یخه ولی توش ماهی هست چون رودخونه هاشو میتونن عادی ببینن فکر کنم برن اونو بدن توش ببینن موجود داره اونجا زندگی میکنه ما نه حالا از این حرفا که دارم میزنم میخوام یه پوینتی بگیرم میگم که آقا این شروبرای کردن هست و ما نمیدونیم دلیل اوکی آدم ندونه دلیل نمیشه که یه چیزی درست بکنیم که گندش بکنیم و یه سری آدمو بوت بکنیم بعد بگیم بوت پرستی ممنوعه خیلی یه سری آدمی که اصلا ربطی نداره 1500 سال پیش اومده یارو عرب هم بوده تازه به ایران هم حمله کرده اصلا تو بگو ایران بوده زن و بچه ایرانی رو تجاوز کرده بگو فردوسی بوده به همه قصوب هم میداده به تموم شد یه یارو بوده اینی که هنوز توهم هم که یارو رو یه نفر تو ابراز نیم کرده فرستاده این باید جمع کنیم دیگه زشته با من یه مثلا فکر میکنم اگر هیومانیتی انسانیت ادامه پیدا کنه به مثلا چه میدونم 10000 سال آینده به این موقع دنیا به عنوان احمق ترین موقع نگاه میکنن و میخندن بهش میگه یعنی چی باورش هم میگه آره اصلا یارو اکثریت همین باورش هم اصلا کمدین رو دیدیم اون یارو پیرمرد رو که میاد میگه خدا سایکوه آره بعد میگن واسه چی اینا میگه فکر کن یه مثلا موجودی هست آره دقیقاً میگه فکر کن موجودی هست که تو رو آورده روی کره زمین مثلا یه سری چیزایی که بهت حال بده و یه سری چیزایی مثلا اون چیز گذاشته تو این دنیا بعد میشینه اینجوری نگاه میکنه که تو کدومش رو مثلا اشتباه انجام میدی بعد تو رو میفرسته تو بدترین جای جهنم دهن تو سرویس میکنه ولی دوستت داره بادی لوفز یو و همه میخندن واقعا راسته خدا اگه این باشه خدا سایکوه بس مثلا فکر کن مثلا این میگه که مثلا آها بیا کون ببین مثلا کونه رو ببینی بعد مثلا ببینی سان کون دید ببین چه میاد کون رو نبینم کون رو نذار من نگاه نکنم نه این که اصلا احقوزیه واقعا میگم یه دشه معلومه یه انسان اینا رو نوشته یه انسان خیلی زرنگ به نام محمد که بخواد کل کانکره اون دنیا رو بیاره رو خودش اون زمان از روی چهار تا فکتی که بیشتر از چهار نفر پس خودت عرب ملخ خودش رو بسازه میخواسته فکر داف و نمیدونم پول و اینه خودش اصلا خیلی بوده. هم کثیف بوده این داستان ازدواجاشون و نمیدونم فلان و بیسار و این داستانشون آره یه مرد مال اون موقع بوده دیگه ما الان نمیفهمیم چه برسه به اون موقع تازه ما قدرت هم نداریم اون با اون قدرت و این همه دیگه هر کاری میخواسته بکنه ولی دیگه عرد یه هر کسافت کاری که کرده من یه تئوری دارم که محمد و علی هم با هم اشغالاش میتره کنه جون داداش یاره دیگه این بمونه برای پشت بعدیشون زرد میشیم نه برای پشت دوربین اصلا برای پشت دوربین چند هیچ وقت نمیتونه بیاد این واقعا هم بیاد تو دوربین زرد شد قربان شم چکر اینجا محل ما سر کی با سمر کس هم سن ممنون مواجه پتو چکم آره خواستیم به نظر من پول و اینا خوشحالی نمیاره از دنیایی که ما هستیم خیلی کوچیکه به خدا بهت میگم ببین اینجوری بذار بگم اگه پول نداشته باشی خب یه خورده یه دونه اینجوری فقط یه دونه کم کن چون بله اگه پول نداشته باشی میتونه برات ناراحتی بیاره خب اگه پول داشته باشی میتونه برات خوشی بیاره ولی جفتش دلیل به اون یکی نیست نمیدونم اگه حرفامو میتونم بفهمونم یا نه دارم کس چرا بحث میگم چون تو اگه یاد بگیری خوشحال باشی زیر یه پل هم میتونی خوشحال باشی واسه تمام اونی که زیر پل خوشحال نیستی هم سوه نه میگم اونی که بخواد خوشحال باشه هست و اونی هم که دیزاین شده بلد نیست خوشحال باشه میتونه میلیاردها میلیارد دلار پول داشته باشه و هنوز خوشحال نباشه میاد بیرون میخنده اینستاگرام میلیونی هم داره بهترین چیزا هم سوار میشه فلان مثلا ولی وقتی شب که میخوابه از ته دلش راضی نیست خب هر کس از خوشحالی رو یه مدل میبینه خوشحالی رو تو درست میکنی تو تصمیم میگیری خوشحالی هست چه شکلی باشه و وقتی تو من همه زندگی پول در میآوردم از 13 سالگی شروع کردم پول در آوردن همیشه پول در میآوردم خب سنی که ساعت 2014 15 هر اون موقع یه ورشکستگی ملو دادم یعنی ورشکستگی کمپانی از بین رفت درآمدم یه شب
از ماهی 300 هزار دلار شد صفر توی سپتامبر 1 2016. اون روز من خیلی ناراحت بودم، نشستم روی تخت گریه کردم، مثلا نیم ساعت هر گوی خورده نشد و سر کردم دیگه، بعد بی خیال شدم. بعد از اون شروع کردم یه خورده ریلکس زندگی کردن، خرجم آوردم پایین، گفتم میخوام چند وقت فکر کنم. بعد توی چند وقت فکر کنم خرج زندگی آوردم که رسوندم به ماهی 2000 دلار، مثلا در لول حتی 2000 دلار شاید کمتر. بعد دیگه اصلا هیچ چیزی نداشتم بکنم، قشنگ پولش خوش از خونه‌ای که داشتم میومد و خیلی هم کم بود، خریدم 2000 دلار، یعنی 2000 دلار فقط پول داشتم در ماه، ولی کاملا راضی بودم، انقدر خوشحال بودم. بهترین لحظه زندگیم توی 10 سال گذشته بعد از بچه‌هام این لحظه بوده که همون ماهی 2000 دلار. آره انقدر ریلکس بودم اینا. بعد که دوباره رفتم شروع کردم پول درآوردن اینا، دوباره دیدم خوشحالیم رفت پایین. اونجا بود بیشتر. آره اونجا بود فهمیدم که اوکی، پول با خوش خوشحالی میاره، ناراحتی هم میاره. ولی همیشه چون آدمو دوست دارم چوسی میام، من میام جلوی قشی رولکس تمامش نشون میدم، ولی شب میام میگم فاک پیمنت ماشینمو ندارم بدم. یا مثلا زنگ زدم به ماشینم میگم میخوام ترمز عوض کنم، فکر ببینم چند قیمت داده. 10000 فقط پارت مازراتی دیگه. آره 10000 فقط پارتشو گفته 7900 خودت ببند. فقط پارش بذار خودت ببن، یعنی قبل اون جنس رو بگیری. واسه همین میدونی مشکله خودش هم داره، ولی من اونو نمیام جنبه خشی بگم. من فقط میگم خشی اینجا دیدی این ماشینه رو من گاز دادم گرفتم، چون آدما دیزاین شدن که فقط چوسی بیان و به برنامه فخر بفروشن و از ناراحتی بقیه ما لذت میبریم. و به خاطر همین من همیشه وقتی که اگه پول لارج حساب بشم، من دارم همیشه فقط خوبیامو به خشی نشون میدم، بدبختیامو همه رو قایم میکنم. واسه همین تو نمیبینی اونو، واسه همین تو اونو میبینی، تو اسوم میکنی که من خوشحالم، ولی اون واقعا اون نیست. ولی خوشبختی واقعی توی درون آدم هست و همه آدم ها خوشحالن. آدم فقیر خوشحال داریم، آدم متوسط خوشحال داریم، آدم پولدار خوشحال هم داریم. دقیقا. اگر بخوای بهش از به عنوان ریاضی هم بهش نگاه کنی، هاروارد استادی کرده. آدم فقیر خوشحال باشی یا پولدار خوشحال؟ اگه آپشنش رو داشتم تیک بزنم پولدار خوشحال. نه دوست داشتی فقیر خوشحال باشی یا پولدار ناراحت؟ فقیر خوشحال. تو چی؟ من سوال به خاطر اینکه حرفی که زدم قول میدم میخواد پولدار ناراحت باشه. منم دوست داشتم فقیر خوشحال باشم. ان شاءالله همیشه تو زندگیتون خوشحال باشین. مرسی از همه کسایی که تا اینجا نگاه کردن. برید شما لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره که ما بریم یه گازوگوزی با این ماشین هم سوید بکنیم. چاکس.